همگام با اعتراض های سراسری ایران صدای زندانیان باشیم. خانم صدیق وسمقی زاده 1340 تهران نویسنده مترجم اسلام پژو حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی است او استاد دانشگاه تهران و نماینده اسبق مردم تهران در نخستین دوره انتخاب شوراهای شهر و روستا و سخنگوی این شورا بود و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی نیز دارد صدیق وسمقی به فاصله کوتاهی پس از انقلاب 57 وارد مدرسه عالی شهید متحری شد او سه سال در این مدرسه علوم دینی آموخت. در سال 1362 وارد دانشگاه تهران شد و تا دریافت درجه دکترا در رشته فقه و مبانی اسلام در آنجا ادامه داد و سالهای مدیدی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با درجه استادیار فقه اسلامی تدریس میکرد. خانم وسمقی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی و فقهی در مطبوعاتی از جمله روزنامه اطلاعات و مجله سروش و بسیاری از سایت های فارسی زبان مشغول به فعالیت بود. او همچنین کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران نیز بوده است. با پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 76 او به طور فعال پا به عرصه سیاست گذاشت و در نخستین انتخابات شورای شهر تهران که در سال 1377 برگزار شد به عنوان نماینده مردم شهر تهران انتخاب شد. او از 1378 تا 1380 نماینده مردم تهران در شورای شهر اول بود و همچنین به عنوان سخنگوی این شورا برگزیده شد. وسمقی در سال 2011 و با بالا گرفتن فشارها بر فعالیت روشنفکران و منتقدان ایران را ترک کرد و به عنوان استاد مهمان در دپارتمان اسلام شناسی دانشگاه گوتینگن آلمان مشغول به فعالیت شد. او در همین زمینه با دانشگاه اوبسالا در سوئد نیم همکاری داشته است. خانم وسمقی از چهره های شاخص نواندیشی دینی در ایران محسوب می شود و دیدگاه های او در مورد هجاب اجباری و حق پوشش زنان و برخی مسائل فقهی دیگر چالش برانگیز بوده است. صدیقه وسمقی در تاریخ 22 مهر 1396 به ایران بازگشت و در فرودگاه برای ساعتی بازداشت شد. او بعد از قرار مراجعه به دادسرا آزاد شد. وی پیشتر در یک دادگاه به صورت قیابی به پنج سال حبس محکوم شده بود. روزنامه اعتماد درباره حبس او نوشته است که دادگاه انقلاب او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل پنج سال حبس محکوم کرده بود. دادگاه او در سی و یک مهر 1396 برگزار شد. با دستور قاضی مقیسه به زندان اوی منتقل شد. او چارده روز بعد با قرار وسیقه آزاد شد. دادگاه تجدیدنظر نظر در نهایت حبس او را از تعذیری به تعلیقی تبدیل کرد. او در آبان 1398 هم پس از امضای بیانیه 77 نفر با شکایت وزارت اطلاعات مجدد به دادگاه رفته و به یک سال حبس محکوم شد. در 15 فروردین 1402 پس از آنکه سید علی خامنه ای بیهجابی را حرام شرعی و سیاسی توصیف کرد صدیقه وسمقی در نامه ای به علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران از او خواسته توضیح دهد در حالی که در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده الگوی سختگیرانه جمهوری اسلامی برای پوشش زنان بر کدام دلایل قطعی و خدشه ناپذیر دینی و با کدام استدلال استوار شده است. او همچنین مسئولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی اجرای حجاب اجباری را متوجه رهبر جمهوری اسلامی دانست. خانم وسوقی در مهر ماه 1402 با انتشار ویدیویی در لایو اینستاگرام در حالی که هجاب به سر نداشت گفت نباید در برابر قربانی شدن جوانانی مانند محسا امینی یا آرمیتا گراوند ساکت بنشینیم. او در همین ویدئو گفت هر گونه اذیت و آزار زنان بابت حجاب اجباری مخالف انسانیت، عدالت، اخلاق و حتی مخالف اسلام است. او در این ویدئو عملکرد جمهوری اسلامی در آزار زنان را جنون آمیز توصیف کرد. و علی خامنه ای را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوبگر خوانده بود. در نهایت خانم وسمقی روز شنبه 26 اسفند 1402 به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.